واقعیت های این دنیا و تلخی های زندگی و درد و رنج و سختی ها. ما یواش یواش ایمان و امیدمون رو از دست می دهیم. درسته، حتما خدای توان داره تا همه چیز را انجام بده. ما اعتراف می کنیم که خدای ما قدرت مطلق داره. هیچ چیز نیست که خدای ما نمی تواند انجام دهد. بله، باور می کنیم. ولی واقعیت این باور به زندگی روزانه ما نمی رسد. مطمئن هستیم که خدای ما خدای معجزه است، ولی چه فایده برای ماست؟ تفاوت بین شاگردان عیسی قبل از روز پنتیکاست و بعد از پنتیکاست چه بود؟ البته حضور روح خدا درون آنها بود. در روز پنتیکاست عیسی روحش را به آنها داد. ولی این پر کردن چه تأثیری داشته؟ شاگردان این تغییر داشتند. از کم ایمان تا ایمان قوی، از هیبت و ترس تا شجاعت و جرأت، از داشتن خدایی که دور و بی‌علاقه بود تا داشتن خدایی که نزدیک و پاسخگو بود. آیا ما از همین تغییر نیاز داریم؟ سارا زن پیر بود که برای تمام زندگیش برای بچه انتظار میکشید. حتما دعا کرد. حتما همسرش برای او دعا کرد. حتما هر روش و کمک و راه موفقیت سعی کردن. ولی هیچی. در باب 18 پیدایش سارا 90 سال دارد و آیه 11 تأکید میکنه که عادت زنان از سارا قطع شده بود. پس بچه دار شدن برای سارا اکنون غیر ممکن است. بنابراین تمام امیدش از بین رها شده بود. آیا شما با خدایی که هستید، نزدیک، پاسخگو و مربوط زندگی می کنید؟ بله. خدا قانون علم رو خلق کرد و نظم و طبیعت طبیعت را حمایت و حفظ می کنه. ولی شما نیز باور می کنید که این خدا قادر است و حق داره تا عمل دهد غیر از راه روش عمومی؟ الان ما در فصل روزه هستیم. این 40 روز قبل از عید پاک. از رنج و درد و منجی ما عیسی مسیح یاد آوریم. مخصوصا در این فصل. سرمشک عیسی مسیح برای ما چیست؟ بله، او از تخهای زندگی چشیده. او سختی ها زیادی را تحمل کرد. او از نپذیرفتن دعا تجربه داشت. عیسی از پدرش تمنا کرد که او را از رنج صلیب رها کند. ولی انجام نشد. اجبار بود تا بعد از 3 روز انتظار کشید تا از مرگ قیام شد. پس بله، خداوند ما در سختی ها و تاریکی و واقعیت ترسناک این دنیا زندگی کرد، تجربه کرد. او وضعیت شما را می داند. او می فهمد. او دلسردی شما را احساس میکنه. آن که میخواهم
که ما بفهمیم امشب این است. خدای ما دور نیست. خدای ما خدای بیالگه نیست. بله. سارا بعد از 90 سال انتظار کشیدن بچه دل سرد بود. وقتی که خداوند گفت که درون یک سال سارا پسری به دنیا می آید، او خندید. ولی ما می توانیم دیدگاه او را بفهمیم. همیشه دو گزینه داریم. تا به وضعیتمون نگاه کنیم یا تا به خداوند ما نگاه کنیم. وقتی که پتروس عیسی را در حال قدم زدن روی آب در یادی، پتروس از عیسی درخواست کرد به من بگو تا روی آب به سمت تو راه بروم. و عیسی پاسخ داد بیا. و پتروس از قایق پا به آب گذاشت و شروع کرد تا به سمت عیسی قدم بزند. داشت روی آب قدم بزد. ولی توجهش عوض شد و به امواج و باد نگاه میکرد. و او شروع کرد تا غرق شد و فریاد داد عیسی من رو نجات ده. و عیسی دستش را گرفت و از او پرسش کرد چرا شک کردی؟ جواب چیست؟ پتروس داشت به دو چیز نگاه میکرد. اول به عیسی نگاه میکرد و بعد به امواج و باد نگاه میکرد. وقتی که به وضعیتش به جای سوار او توجه کرد، شک کرد و شروع به غرق شدن در آب کرد. سارا همین دو گزینه داشت. به خدا نگاه کن یا به وضعیتش نگاه کن. 90 سال بود. اکثریت زنان امروز قبل از 90 سال مرده اند. هم ابراهیم پیر بود. حتما باردار شدن برای سارا غیر ممکن بود. بد نیست که ما به وضعیتمون توجه کنیم. بد نیست که سختی ها و قدرت هایی که زده ماست میبینیم، ولی مرکز توجهمون کجاست؟ جالبه که در این باب 18 پیدایش برای پیام بردن با سارا، شما میدونید که این باب راجب سارا است، در این باب خداوند آمد با دو فرشته تا پیام را تحویل دهد. تا این باب چند بار خدا به ابراهیم ظاهر شده است؟ 5-6 بار. ولی هیچ از این چند بار خداوند در بدنی ظاهر نشد. ولی این اولین بار که مخصوصا خدا برای سارا آمد و هرچند که او ابراهیم را خطاب می کرد، واضح است که پیام خدا برای سارا بود. همین پیام در باب 17 خدا به ابراهیم داد و نیز ابراهیم خندید وقتی که شنید که سارا بادار خواهد شد. اکنون سارا درون خیمه، ولی خیلی نزدیک به مصاحبت بین ابراهیم و سه مرد بود. این سه مرد به یقین دو فرشته و خداوند بودند. سارا حرفشون را شنید و به خبر که خود باردار خواهد شد خندید. ابراهیم چند بار قبلاً این خبر را شنیده و در باب 17 ابراهیم از این خبر غیر ممکن خندید. الان نوبت سارا است.
هر دو ابراهیم و سارا پدر و مادر تمام ایمانداران بیشتر از خدای قادر مطلق به وضعیتشون توجه دارند. بابت این میخندیدند. خندیدن ابراهیم و سارا از بی ایمانیشون آمد و در آن سال سارا بادار شد و بعد از آن پسر را زایمان کرد و نام این پسر اسحاق بود و در زبان عبری معنای اسم اسحاق خنده است. عبارت بر زبان انگلیسی میگه چه کسی آخرین خندیدن را داشت؟ چه کسی آخرین خندیدن را داشت؟ ابراهیم اول بود، خندید، سارا دوم خندید، ولی خداوند بر آخر خندید. و خود خنده یعنی اسحاق، خود خنده به دنیا آمد. بچه غیر ممکن آمد. اسحاق آمد. مزمور میگه گریه برای شب میماند ولی شادی در صبحگاهان میآید. گریه برای شب میماند ولی شادی در صبحگاهان میآید. خنده ابراهیم و سارا خنده درد و ناامیدی بود، ولی خداوند خنده شادی فرستاد به آنها. در اعلامیه تولد دیگر فرشته خداوند به زن جوان مریم گفت زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. مریم کلمات خدا پذیرفت. مریم نخندید ولی باور کرد. ولی خاک وعده خدا برای شما در نظر شما غیر ممکن هست یا میشه؟ آن که مهم است این است. خدای ما وعده های او برای ما حتما آنها رو تحقق خواهد کرد. متاسفانه ما مثل ابراهیم و سارا بعضی وقتا قدرت و توان خدا خود رو فراموش میکنیم. ما باور نمیکنیم که او چیزهای غیر ممکن میتواند ممکن شود. مثل ابراهیم و سارا میخندیم و بیشتر از خدای قادر مطلق ما به وضعیتمون رو نگاه میکنیم. خدای ما وعده دهنده امین است. در یوشع باب 23 آیه 14 یوشع به قوم اسرائیل فرمود شما به تمامی دل و تمامی جان خود میدانید که از همه چیزهای نیکو که یهوه خدایتان درباره شما فرموده بود هیچ یک بر زمین نیافتاد. آری همگی برای شما به انجام رسید و هیچ یک بر زمین نیافتاد. چالش ما این است، آیا ما پر از روح خدا باشیم تا توان و معجزه و آزادی خدا بپذیریم و از آنها انتظار بکشیم؟
به چه طرف بیشتر نگاه میکنیم؟ به وضعیت ما یا به خدای ما؟ خداوند ما عیسی مسیح فرمود: هر آنچه که در نام من از خدای پدر تمنا میکنید حتما انجام خواهد شد. خداوند ما عیسی مسیح فرمود: اگر گناه شخصی را آمرزید، گناه‌هایش آمرزیده شده است. خداوند ما عیسی مسیح فرمود: شما نور عالم و نمک جهان هستید. خداوند ما عیسی مسیح فرمود: به یقین من با شما هستم تا آخرین وقت عصر. خداوند ما عیسی مسیح فرمود: روح من درون شماست و قدرت خواهید داشت و شاهدان من خواهید بود. خداوند ما عیسی مسیح فرمود: نزد من بیا و من به شما آسودگی خواهم داد. خداوند ما عیسی مسیح فرمود: امارت را در آسمان برای شما آماده می کنم. خداوند ما عیسی مسیح فرمود: حتما در این جهان مشکل خواهید داشت، ولی دلگوی دار، من جهان را غالب شدم. آیا وعده خداوند را باور می کنیم؟ آیا بیشتر از وضعیتمون به خدایمون رو نگاه می کنیم؟ خیلی زود وقتی که ما به زمین موعودمون، نه کنعان، نه اسرائیل توی این جهان، اما زمان موعود توی آسمان، وقتی که اونجا میرسیم، مثل یوشع میتونیم شهادت کنیم از همه چیزهای نیکو که خدای ما درباره ما فرموده بود. هیچ یک بر زمین نیافتاد. همگی برای ما به انجام رسید و هیچ یک بر زمین نیافتاد. آمین.